وقت شما بخیر بیننده و شنونده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می کند. از آن دستیار اقتصادی حسن روحانی به شکست حکمرانی در جمهوری اسلامی، یک اقتصاددان هم از سرطان اقتصاد کشور و لزوم مطالبه آزادی گفت. توزیع کالای کوپنی در سالگرد انقلاب 57، وزیر رفاه دولت رئیسی گفت 37 میلیون نفر از طرح فجرانه برای افزایش اعتبار کالابرگ استقبال کردند. مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی و از اقتصاددانان شناخته شده ایران، در سخنانی با اشاره به پتانسیل‌های ایران در بخش انرژی، موقعیت جغرافیایی و توریسم، از شکست تلاش‌هایش برای دستیابی به آرزوهای اقتصادی خود و وضعیت بحرانی معیشت در کشور گفت. در مسیر شکل‌گیری تحولات رویاهایم، توسعه یافتگی کشورم را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات، به عنوان کشورهایی که هر کدام به طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دادم. در چنین اقتصادی، فقر و بیکاری از کشور رخت بر می‌بست و بی‌معنی می‌شد. دیگر کودکی زباله‌گردی نمی‌کرد. آن جوان رعنا کولبری نمی‌کرد. آن آموزگار سخت کوش مسافرکشی نمی‌کرد. و آن بانوی زحمتکش از فشار فقر به مرگ دست جمعی خانواده‌اش رو نمی‌آورد. نیلی با اشاره به شکست حکمرانی در جمهوری اسلامی گفت گروهی در کشور به غارت منابع باقی مانده مشغولند و گروهی دیگر با جهل و تعصب کشور را به سمت مرگ میبرند. و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع میکنند. بدترین نوع شکست حکمرانی شکست در تشخیص موقعیت است. موسی غنی نژاد از دیگر اقتصاددانان شناخته شده ایرانی نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1403 از سرطان اقتصاد ایران و بی‌توجهی‌های دولت مردان به توصیه ها گفت و نیاز کشور را مطالبه آزادی دانست. بحث اینه که اقتصاد ما مریضه، اقتصاد ما سرطان داره. اون سرطانش این نیست که مالکیت بخش خصوصی کمه یا زیاده، سرطانش اینه که همه چیز ما دستوریه. سرطان اینجاست، صورت مسئله رو درست ببینیم و راه حل رو درست مطرح بکنیم. ببینید نصیحت کردن این دولت مردان چه فایده داره؟ آقایون نشستن اینجا آقا اینطوری رفتید خوب نبود، اینجوری بکنید. اون اصلا شما گوش نمیده حرف شما، اصلا قبول نداره شما رو، اصلا این بحثا برش بحث مطرحی نیست، درسته؟ پس ما اگر میخواییم حرف جدی بزنیم باید یه راه حل بدیم، نه اینکه فقط آنچه گذشته رو تکرار بکنی. دست این سیاست مدارا رو باید گذاشت تو پوست گردو، باید مجبورشون کرد یه کار رو انجام بدن. چجوری مجبورشون کنیم؟ عرض کردم آزادی رو باید تبدیل بکنیم به مطالبه عمومی. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستند. آقای ماشینچیان، صحبت‌های این دو اقتصاددان رو با هم شنیدیم. ارزیابی شما از این اعتراف مسعود نیلی به شکست حکمرانی در ایران به عنوان اقتصاددانی که عملاً در دوره‌های مختلف در سیاست‌گذاری اقتصادی حکومت هم نقش داشته رو بشنوید. درود بر شما. سالها پیش یکی از دوستان من میگفت که آقای نیلی تک صدای عقلانیت در ساختار جمهوری اسلامی و من هم این حرف رو قبول دارم. نه به این معنا که با حالا لزوما همه این نظرات و سیاست‌های آقای نیلی موافق باشم، اما تردید ندارم که در ساختار جمهوری اسلامی ایشون برای مدتی طولانی صدای عقلانیت بود.
منتها عقلانیت در جمهوری اسلامی راه به جایی نبرده و آقای نیلی بهتر از هر کسی این رو میدونه. ارزیابی من این است که صحبت‌های آقای نیلی پایانی است، تیر خلاصی است بر هر کورسوی امید و گشایش عقلانی در جمهوری اسلامی. شاید بینندگانی که با لحن و نظرات آقای نیلی آشنا نیستند متوجه عمق ناامیدی در صحبت‌هایشون نباشند. آقای نیلی یه موقعی معروف بودند به مکلف و با احتیاط و در لفافه سخن گفتن. امروز آقای نیلی ایران رو به مادری در حال مرگ روی تخت بیمارستان تشبیه میکنه که هر ساعت به مرگ نزدیکتر میشه. آقای غنی‌نژاد ایران رو به یک بیمار مبتلا به سرطان تشبیه میکنه. شاید مهمترین نکته صحبت‌های آقای نیلی اشارهش به شادمانی سیاستمداران و جشن گرفتن موفقیت‌های حکومت در کنار تخت این مادر در حال مرگ و هشدار راجع به اینکه بدترین شکست حکمرانی شکست در تشخیص موقعیت، یعنی اینکه جمهوری اسلامی بی تفاوت به واقعیت و وخامت اوضاع ایران در حال اغراق و اعلام موفقیت‌ها و فتح الله است. آقای ماشین‌چیان، از مطالبه آزادی صحبت شد. این مطالبه آزادی برای حل بحران اقتصادی در ایران رو چطور میشه تحلیل کرد؟ حرف آقای غنی‌نژاد کاملا درسته، به این معنا که آزادی تنها راه حل برای خروج ایران از بحران‌های اقتصادی و همینطور سیاسی و اجتماعی است. ما راه دیگری نداریم. ببینید الان در ایران یخچال و تلویزیونی که روی دوش کولبر با پای پیاده از مسیر صعب العبور کوهستانی یکی یکی وارد کشور شده، از همون یخچال و تلویزیونی که در مقیاس بزرگ با کشتی‌های چند هزار تنی در بندر پهلو گرفته و در چارچوب رسمی کشور وارد بازار شده، چند برابر ارزان‌تره. این یعنی سیاست‌گذار بر سر راه تجارت مانع ایجاد کرده، هزینه مبادله رو بالا برده، هزینه‌های سربار ایجاد کرده و در نتیجه‌اش رفاه و آزادی و حق انتخاب‌های شهروندان رو محدود کرده. به عبارت دیگه کشور ایران بیش از اون که از تحریم‌های خارجی آسیب ببینه به تحریم‌های داخلی گرفتاره و تحریم‌های داخلی بر ساخته حکومت و نتیجه سیاست‌گذاری غلط هستن. منتها این رو هم باید گفت که همونطور که آقای غنی‌نژاد هم به درستی اشاره می‌کنند، مطالبه آزادی از یک نظام تمامیت‌خواه که بنیان فکری و نظام ارزشی اون مبتنی بر نفی آزادی فردی و دخالت همه جانبه در زندگی خصوصی و عمومی و اقتصادی و اجتماعی شهروندانه، از مسیرهای رسمی و قانونی و پای صندوق رأی امکان پذیر نیست. پژوهشگر ارشد حکمرانی محمد ماشین‌چیان، ممنون با من بودید. طرح دولت رئیسی برای افزایش اعتبار کوپن الکترونیک در سالگرد انقلاب 57 تحت عنوان فجرانه در فاز اجرایی با مشکلات زیادی مواجه شده. بسیاری از مردم و فروشندگان از ابهامات آن انتقاد می‌کنند. در همین رابطه علیرضا عسکریان، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، موضوع حذف یارانه‌ها بعد از اجرای این طرح را تکذیب کرد. ما یه یارانه داریم که به صورت ثابته در گذشته بوده، در آینده هم هست، در بودجه 1603 هم دیده شده. اون سر جاشه. این یارانه مضاعفی بود. این شایعه است دیگه. بله، یه شایعه است. 80 تومن بود، شد 120 هزار تومن، الان شده 220 هزار تومن یارانه مضاعف. فرض احتمال نمیدونم هست یارانه اول که وجود نداره. یه یارانه با ثبات داریم، یارانه اولی هست، یه یارانه مضاعف داریم که همینطوری با یه شیبی افزایش بده کرد. وزیر کار و رفاه اجتماعی هم گفته بیش از 37 میلیون نفر از طرح فجرانه استقبال کردند. به گفته سلطه مرتضوی 62% از یارانه بگیران برای خرید کالای کوپنی از طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک استفاده کردند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال ویدیوهایی از توزیع کالای کوپنی در سالگرد انقلاب 57 انتقاد کردند. کالابرگای 220 تومانی دارن به خاطر رنگ میدن. مرگ بر دیکتاتور. درود. ما 4 نفریم. یارانه کالابرگمون شده 880 هزار تومان. فقط تونستیم این مواد غذایی باهاش بگیریم و چند تا شوینده. حالا میگن بریم رأی بدیم. جمهوری اسلامی خجالت نمیکشه. انگار صدقه میدن به مردم ایران. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی با من هست. در این مورد با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای غیبی، از شما بیشتر بشنویم در مورد این طرح توزیع کالای کوپنی در سالگرد انقلاب 57.
بله خب این یک نکته ای که وجود داره، همین آقای عسکری هم اشاره کرد که این کمک معیشته با یک شیبی اضافه شده و میخوام دقیقا همینجا یه مکسی بکنیم که این شیبه متناسب با بدتر شدن اوضاع مردم اضافه شده. وقتی ما در طی چند ماه اخیر شاهد بودیم قدرت خرید مردم بسیار افت کرده، این یارانه کمکی که در قالب کالاورگ الکترونیکی داده میشه هم خب با یک شیبی افزایش پیدا کرد. در سالگرد انقلاب، انقلابی که قرار بود فقر رو ریشه‌کن بکنه، گستره فقر به اندازه‌ای شد که همین کمک هزینه معیشتی یک چیزی حدود 60 خورده میلیون نفر رو مشمول شده و همین جوری هم که اشاره کرد ایشون ادامه داره تا اردیبهشت ماه، همون کمک هزینه معیشتی ادامه دار خواهد بود. ولی نکته اساسی اینجاست که حالا این عددش 200,000 تومان باشه یا 2,000,000 تومان باشد یا ادامه دار بشود تا 6 ماه آینده، موضوع بدتر شدن شرایط است، شرایطی که روز به روز داره بدتر میشه با توجه به روندی که در بازار ارز حاکمه، روندی که در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاکمه یا بودجه‌ای که برای سال آینده بسته شده، فشارهای مالیاتی و مباحث تورمزایی که در اون دیده شده، در نهایت این کمک هزینه ها به هر میزان و تا هر جایی هم که بخواد ادامه پیدا کنه پاسخگوی حتی 1/100 اون فشاری که متأثر از این سیاست ها به مردم وارد میشه نخواهد بود و نکته اساسی اینجاست، اون شیب همچنان ادامه خواهد داشت و این افزایش تا یک جایی امکان ادامهش وجود داره. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون با من بودیم. یادآوری کنم ویدیوها، گزارش خودتون از وضعیت اقتصادی ایران رو میتونید روی واتساپ همینطور تلگرام به شماره 2044783000 برای ما ارسال کنید. ممنونم از همراهیتون با بخش اقتصادی امروز، اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.